سرخط خبرها رهبر طالبان فرمان عقب نشینی را در برابر پاکستان داد. ولایات جنوبی افغانستان بخش از خاک پاکستان می شود. توقف توزیع پاسپورت برای شهروندان. طالبان به مبلغان مذهبی پاسپورت توزیع می کنند. و انس اکانی خطاب به شهزاده هری: آنهایی را که شما کشتید مهره های شطرنج نبودند، انسان بودند. سلام دوستان، به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. ولایات جنوبی افغانستان بخش از خاک افغانستان می شود. حمدالله محیب: پاکستان به دنبال تبدیل مناطق پشتون نشین افغانستان به قلمرو قبیله خود است. گزارش از اندپندنت فارسی: حمدالله محیب مشاور امنیت ملی حکومت سابق افغانستان چهارشنبه 14 جدی ادعا کرد که پاکستان قصد دارد مناطق پشتون نشین افغانستان را به منطقه قبیله جدید خود تبدیل کند. او مدعی شد که پاکستان به بهانه تحریک طالبان پاکستان توانست مناطق قبیله خود را در ایالت خیبر پختونخوا تصرف کند و حالا می خواهد همین راهبرد را در افغانستان به کار گیرد. او در رشته دیویت با اشاره به عملیات احتمالی نظامی پاکستان علیه تحریک طالبان پاکستان در افغانستان گفت: غرب به احتمال زیاد به سر و صدا از روی کرده آنها برای مهار معزل در منطقه مشکلدار حمایت و با آنها همدردی خواهد کرد. پاکستان هم سعی خواهد کرد از همدردی آنان برای تامین هزینه جنگ خود پول به دست آورد. او گفت در صورتی که پاکستان حملات نظامی در افغانستان آغاز کند، قدرت‌های دیگر منطقه نیز که می‌خواهند بدون اعتراض جهانی دشمن خود را در داخل افغانستان هدف قرار دهند، از آن اقدام حمایت خواهند کرد. محیب هشدار داد که اگر سناریوی حمله نظامی به افغانستان اجرا شود، منطقه متضرر خواهد شد. هر کشور ممکن است با حمایت از گروه‌های نیابتی در خاک افغانستان سعی کند خطرات ناشی از این هرج و مرج کنترل شده را برای خود کاهش دهد. این بدان معناست که رنج مردم افغانستان ادامه خواهد داشت. باید از جنگ طولانی دیگر جلوگیری کرد. محیب گفت که رویارویی علنی برای طالبان و پاکستان مناسب است، اما تأثیر ناگوار بر افغانستان میگذارد. ادامه درگیری با پاکستان وجه میدهد تا همدردی گروه ها و افراد مخالف را جلب کند. او هشدار داد که با افزایش تنش طالبان با پاکستان، محدودیت های بیشتر بر حق کار و آموزش زنان وضع خواهد شد. او ادعا کرد که اسلام آباد توقع داشت با تصرف افغانستان به آسیای مرکزی دسترسی یابد و اقتصاد خود را تقویت کند، اما این راهبرد شکست خورد به دلیل اعتماد پیش از حد پاکستان به این رویکرد و فشار برای تصرف کشور یعنی افغانستان بود که روند انتقال باثبات سیاسی شکست خورد و این منجر به تحریم های غرب و شکست راهبرد متمرکز بر اقتصاد شد. حمدالله محیب در حکومت سابق افغانستان نیز چندین بار علیه پاکستان سخنرانی های تنده کرده بود و تنش میان کابل و اسلام آباد دامن زده بود. بسیاری از شهروندان افغان حمدالله محیب را یکی از دلایل سرنگونی حکومت سابق می دانند و معتقد است که او از دانش و تجربه لازم برای مشاور امنیتی ملی افغانستان برخوردار نبود. حمدالله محیب با محمد اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان در اگست سال 2021 از کشور گریختند و طالبان بر افغانستان مسلط شدند. با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، فعالیت تروریست ها در سطح منطقه افزایش یافت و نیروهای تحریک طالبان پاکستان حملات خود را علیه حکومت و نظامیان این کشور افزایش دادند. رهبر طالبان فرمان عقب نشینی را در برابر پاکستان داد. فرمان هیبت الله: با پاکستان مقابله نکنید. آیسای در اطلاعیه‌ای که از نام ملا هیبت الله به اداره های طالبان ارسال کرده گفته است از فعالیت های دی دی پی جلوگیری کنید. یک بخشنامه سریع طالبان که از ریاست 0700 صادر شده از گسترش لواطت در قل اردوی منصوری ابراز نگرانی شده است. قرار گزارش ریاست 0700
شخص به نام حاجی محمود که یک لواطتکار مشهور است در قول اردوی منصوری در صف مجاهدین داخل شده. توقف توزیع پاسپورت برای شهروندان. طالبان به مبلغان مذهبی پاسپورت توزیع می کنند. منابع معتبر از ولایت نیمروز گفتند که با وجود توقف توزیع پاسپورت برای شهروندان عادی، طالبان به مبلغان مذهبی پاسپورت توزیع می کنند. منابع روز جمعه 16 جدی در صحبت با روزنامه 8 صبح ادعا می کنند که طالبان به مبلغان مذهبی پاسپورت توزیع می کنند تا برای تبلیغ به پاکستان سفر کنند. بر اساس ادعای منابع، چندین گروهی از باشندگان نیمروز که قرار بود برای تبلیغات مذهبی به پاکستان سفر کنند، جهت اخذ پاسپورت به کابل سفر کردند. منابع می افزایند که ریاست پاسپورت طالبان برای این گروه های تبلیغاتی پاسپورت توزیع کرده است. گفته می شود پس از آن که اعضای گروه های تبلیغاتی به ریاست پاسپورت مراجعه کردند، این اداره آنان را شامل تشکیلات کرده و به نحوی و ولسوالی های کابل جهت تبلیغ فرستاده است. منابع خاطر نشان کردند که ریاست پاسپورت به این اشخاص وعده داده بود که هرگاه دوره های تبلیغاتی 30 تا 40 روزشان را تکمیل کنند، پاسپورت هایشان را آماده می کنند. منابع از ولایت نیمروز نیز تایید می کنند که چندین تن از اعضای گروه های تبلیغاتی این ولایت پس از سپری کردن دوره های تبلیغاتی در کابل، پاسپورت هایشان را از ریاست پاسپورت دریافت کردند. پیش از این نیز گزارش های از فساد مالی ریاست پاسپورت طالبان در رسانه هاش نشر شده بود که بر اساس آن سران طالبان در بدل پول هنگفت به شمار از متقاضیان پاسپورت توزیع می کنند. انس اقانی خطاب به شاهزاده هری: آنهایی را که شما کشتید مهره های شطرنج نبودند، انسان بودند. انس اقانی عضو ارشد طالبان در واکنش به نشر کتاب شاهزاده هری خطاب به او نوشت: در میان عاملان قتل افغانها عده زیاد نجابت شما را ندارند که به جنایت جنگی خود اعتراف کنند. انس اقانی در رشته تویت نگاشته است: آنهایی را که شما کشتید مهره های شطرنج نبودند، آنها انسان بودند. شاهزاده هری در کتاب خود که بخش از آن را شمار از رسانه های بریتانیایی منتشر کرده گفته است: در جریان دومین ماموریت خود در افغانستان 25 نفر را کشته است. این عضو خاندان سلطنتی بریتانیا گفته است: در هنگام کشتن این 25 نفر با آنها به عنوان مردم بلکه به عنوان مهره های شطرنج فکر می کرده است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید.